آنان که به گیسو دل عشاق بودند از دست تو در پای فتادند چو گیسو آخ آخ یار از دست تو در پای فتادند چو گیسو. خانم هایی که منتظر بودن و من انتظار، البته خب گاهی اوقات خود انتظار هم ثواب داره، در پند سال هم نوشتن، ولی معلوم نیست اون کسی که انتظار میده اون از ثواب شریک باشه. حالا من که ثوابی نمیبرم چون انتظار میدم، شما که انتظار میکشید ثوابی دارید، از اون گوشه ثوابتون یه خورده به من بدید، منو ببخشید. کی دستش ای درست میکنه؟ بله بشون سر جار شد که معذرت خواهی، من خجالت میکشم بکنم. بنابراین شما همین معذرت خواهی رو عمومی خیال کنید، هر وقت خدای نکرده تأخیر داشتم اینو به حسابش میدارید. شاید یه مقدارش تقصیر خودم باشه، ولی یه مقدارش هم جریان گردش آفتاب و ماه و وقت اذان صبح. خب اذان صبح الان 5:30، بعد از 5:30 نونوایی ها افتتاح چیز میکنن، پخت میکنن، وقتی باید پخت کنن، ساعت اونام به ساعت به اذان صبح حساب نمیکنن. قدیم ها رسم بود یکی اذان صبح رو مقیاس قرار میدادن مبدا و یکی هم دسته، میگفتن 2 ساعت به دسته دیم چیز برجت. همه خود به خود مجالس یا قرارها دیرتر تشکیل میشد. حالا میگیم 7:30 مثلا، بگیم 8. قدیم میگفتن چقدر بعد از اذان صبح؟ 2:30 بعد از اذان صبح. اون وقت این 2:30 بعد از اذان صبح یه وقت میشد 6:30. این از که یه مقداری هم از این جهت چه شده که ما ناچاریم، رسم هم هست، ساده تر هم هست در زندگی امروز که همین ساعت رو کار ببریم. ولی خب آقایون اخوان همه خیلی قبل از من میان و حتی اون ساعتی هم که معین شده زودتر از اون هم میان. خب آقایان مشایخ
پیش کسوت ها مجردن اینا تشک دارم. خودتون مجلسی داری. هر مجلسی که چهار پنج نفر درویش با هم بشینن و صحبت جر و بحث نشه و صحبت خیلی صحبت ها نشه، اون مجلس درویشی. بنابراین ما همه همیشه در مجلس درویشی هستیم. اینکه همیشه با خدا باشیم یه چیزش این است. و البته در اون ایام اگر یادتون آمد که من گفتم التماس دعا، یادتون بیاد، یادتونم نیمد، بعد که یادتون آمد به قول آیه قرآن، البته نگن که ما خودمون خدا و پیغمبر حساب میکنیم، نه، از اون مثال میگیریم که خداوند و پیغمبر میفهمد اگر فراموش کردی یه جای دیگه، میفهمد اگر شیطان فراموشوند به اصطلاح، در اون صورت وقتی متوجه شدین و از فراموشی رفت، اون وقت به درگاه خدا بنارید. حالا هر وقت یادتون آمد، اگرم یادتون نیمد، یه وقت دیگری که یادتون آمد. یه کسی، یکی از خانم ها نامه نوشته، البته چون عمومیست من حالا جواب میدم، ولی خب چه بکنم، هر کسی نامه مینویسه یا میگه توقع داره که خب جوابی نامه بردارم. لااقل همون پنج خط تو نوشته، من دو خط بنویسم همونم نمیرسم. حالا مدتی است دیگه تقریبا نوشتن نمیتونم. مثلا اینه که ضبط صوت از این رفت شده، خواهش کردم بعد دیگر. اینه که این سوالات اینجوری که میشه، خواهش کنم یه فهرستی از اون چیزهایی که گفته شده و خب هر مرتبه انجام میشه، یعنی پیاده میشه اینا منتشر، باید اونا نگاه کنم. حتما راجع به اون مطلبم صحبت کردم، اینجا هم همینجور اینه حالا میگم، ولی خب چاره نیست بعد از تکرارش. یکی نوشتن آیا داشتن مرجع تقلید برای ما واجب است؟ و اگر پاسخ مثبت است، در تشخیص فرد مورد نظر ما را یادی فرمایید. ببینید وظیفه که برای یه ما شیعیان علما، علمای عاملین، یعنی علمایی که خودشون به اون چه میکنن عمل میکنن، و ما گفتن یاد دادن، گفتن که مکلف یعنی کسی که به سن تکلیف رسیده و باید وظایف الهی انجام بده، سه گروه هم. یه گروه اونایی که توانستن مطالعه کنن و تا این
چون در قلم رو یاد گرفتن و اعماله مسئله دل درش قابل تقسیم بندی نیست. جدا وظایف شرعی رو فرمودن. یا خودش میتونه از دستوراتی که دادن دسترسی داره بخونه، تکلیفش پیدا کنه، خب عمل میکنه. این خودش هر چه فکر کرد، هر چه نظر گرفت، اون نظرش حکم شرعیش باید انجام میده. اینا میگن مجتهد لغت. اون وقت میگن مجتهد در هر مسئله‌ای که در قلم رو فکریشن اگر نظر بده به هر جهت باید کوشش کنه نظری بده و در این صورت احد الحسنیین رو اقلن یا احد الثوابین رو میبره. یعنی این نظرش اگر منطبق در واقعیت، عالم واقعیت منطبق با امر الهی باشه، این شخص که همچه حرفی زده دو تا ثواب داره. یکی این که امر الهی رو که منظور به جهاد و کوششه انجام داده. یکی دیگه اینه که حکم الهی رو به دیگری رسونده برای این که دارم. اما اگر خدای نکرده خطا کن باشه، اشتباه باشه، نه خطای عمدی، کوشش کرده حکم پیدا کنه، حکم اشتباه میکنه، در این صورت یک ثواب داره و اون ثواب کوشش. از اون جهتی هم که اشتباه کرده نه عمدی ها ثواب اینه. پس احد الثواب این یکی از دو ثواب رو میبره حتما. یکی دیگه گروه دوم این که اونهایی که خودشون نظر نمیدند، یعنی مطالعاتشون این قسمت نبوده و اینا، اینها از مطالعات و فتواهای دیگرون میتونن عمل به احتیاط کنن. عمل به احتیاط یعنی یه جوری عمل رو انجام بدن که هیچ خطایی، هیچ نظری اون رو خطا ندونه. مثلا فرض بفرمایید در تسبیحات اربعه، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر که در نماز رکعت سوم و چهارم میخونیم. بعضی از مجتهدین میگن که یک بار بگید کافیه، ولی عده دیگه از مجتهدین میگن اگر یک بار بگید نمازتون درست نیست، حتما باید سه بار بگید. اون کسی که عمل به احتیاط میکنه همیشه سه بار میگه که نه اینا برش خطایی بگن نه اونا خطا. اینه که گفته یک بار کافیه، میگه خیلی خوب ما یک بار کافیه، ولی معنی که نشده. این عمل به احتیاطه که خیلی مشکله. اما سوم گروهی که اکثریت همه ما برشونه، فلان مهندسی که داره یه ساختمان عظیم میسازه یا فلان طبیبی که جراح بگویدن فلان چیز، اینا مطالعاتشون کارشون در اون رشته، چجوری نماز بخونن از یکی باید بپرسن، از یکی که مطلعه. اینو میگن تقلید. البته یه تقلید هم یه نوع تقلیدی هست که به قول
مولوی در مثنوی خلق را تقلیلشون برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. که ما غالبا گرفتار این تقلید هست. یه وقت این را اصلا بی خود اینه که تقلید جایز رو بی خود اسمش تقلید گذاشتن. باید بگن یه چیز دیگه بگن. یه لغت دیگه ای. برای اینکه ما خب کسی که خبره در کاری نیست به خبره مراجعه میکنه. شما مریض میشین خب اگه ساده باشه. اگر نه پیش طبیب میرید. هرچه طبیب گفت همون کارو میکنه. نمیشه گفت شما از طبیب تقلید میکنید. ولی لغتش تقلید. در این صورت این تقلید جو باید جایی. خب حالا که ما هر کدوم فرد ما باید چیز کنیم، البته تقلید از هر کسی نباید کرد. از که گفتن تقلید کنید؟ اجازه دادن یعنی گفتن تقلید کنید. تو اون خبر هست. من کان من الفقها ها سائنا لنفسه الی آخر چهار تا که من یادم میرم. عمل بهش یادم نمیره ها. عبارتش یادم میره. اینم بدونید. نگید که شما یادتون بره. نه. اینجوری که من نمیتونم بگم این یه وظیفه ایست که خداوند بر عهده خود مردم گذاشته، بر عهده خود مکلف. به چند دلیل شاید این کار اینا ما دلیل براش فکر میکنیم. بله خدا که دلیل نگفته به این دلیل این کار رو بکنید. خدا گفته بکنید. ولی هرچه گفته حکمتی داره. ما اون حکمت رو گاهی میگردیم پیدا میکنیم. لااقل بعدی از اون حکمت رو. یه جهت عمدهش این بوده که در زمان پیغمبر و ائمه هرچه پیشوا میگو یعنی امام پیغمبر یا امام دیگه به قول فصل الخطاب بود. روش حرفی نبود. حتی اگه ظاهرش مخالف شده که دارید در داستانها داستانها یعنی نه این که به قول ما اوشونه افتانه نه واقعیت علی ابن یقطین از رجال زمان حضرت جعفر صادق اون وقت آنها جز رجال و حضرت موسی بن جعفر و اینا مرد خیلی بزرگواری شیعی بزرگوار و از بس خوبیش چیز بود دیگه حتی هارون الرشید این وزیر خود است یک وزارتی بهش داده بود که بارها توطئه کردن که این شیعه است یا سنی گفتن ببینیم چجوری وضو میگیره ببینیم چی. خیلی هم مورد اعتماد امام بود. جلسه ای تو منزلش بود و باز از همین بزرگان و شیعیان بحث میکردن که آخر ما میگیم وضو اینجوری بگیرین آب بریدین. اینا که سنی ها خب خیلی زیادتر هستن یعنی آب اینجوری بود آب بریدین. بحث میکردن که اینجوری یا اونجوری. گفتن بنویسی محرمانه همین حالا از امام بپرسیم. حضرت موسی بن جعفر بود.
یه نامه خود این نوشت برنکت و با یه آدم مطمئنی فرستاد خدمت حضرت موسی بن جعفر. خب ما که میدونیم آبوید، حالا ما میدونیم، همه ما میدونیم. بعد گفت همون شبانه فرستاد و گفت جوابشو بگیرم. این رفت و جواب حضرت موسی بن جعفر مرقوم فرموده بودن که وضوی صحیحی نکرد، بالا به پای اینجوری آب برید. و اما تو، یعنی علی ابن یقطین، و اما تو مثل اینها وضو بگیر، یعنی تو باید از این بر وضو بگیر. حکم دین که دوتا نمیشه، حکم دین اون چیزیست که امام بفرماید، اون حکم. منظور تقلید. و پس بنابراین ما در این که از کی تقلید کنیم در غیبت امام، همون دستوری که خود امام گفت فرموده است. تا امام زنده بود ما محتاج به بررسی و تحقیق نبودیم. از امام میپرسیدیم، هر چه گفت همون، ولو بگو که وضوع از این بر باشه. بنابراین علی ابن یقطین در اون ایام اگر مثل ما وضو میگرفت گناه کرده بود. بر او واجب بود که از این طرف وضو بگیره. ولی وقت غیبت، در غیبت، در اون ایام اون نحوه تفکر شیعیان شاید راکت میشد. همه میرفتن بدون اینکه مثلا، حتی اونی که از در خراسان یه مسئله مشکل داشت باید میرفت به خدمت امام میپرسید، در این فاصله که یک دو ماه طول میکشید اصلا فکر نمیکرد که آب اینجوری بریزن بهتر یا اینجوری. به من شد میرفت میگم هرچو امام کن. امام فرمودن همه آخری شایدم خود امام زمان بودن، فرمودن که اون چه ضرورت زندگیه ما شیعیان بود فرمودن، یعنی دیگه لازم نیست ما صریحا چیزی بگیم، خودتون فکر کنید از اون گفته ها چیزی پیدا کنید، وظیفتون پیدا کنید. یعنی شیعیان را به تفکر چیز کردن. درست در همون ایامی که اهل سنت معایب این اجتهاد رو فهمیده بودن که در شهر بغداد میگن 500 نفر مجتهد سنی بوده، نهار که مکتن نظر من اینه، شیعیان رو خداوند توسط امر امام مأمور کرد به این که تفکر کنن، استدلال کنن، منطقی کنن. تمام این علوم هم در واقع از اینجا ناشی شد. وقتی فرد مثلا آیه قرآن میخوندن یه جایی میدیدن این لغت یعنی چه فلان اینا، علم لغت پیدا شد. بعد که می دیدن این جمله با اون جمله بعدی چه ارتباط داره و از ارتباط اینها چی نتیجه میشه، مثلا تفسیر آمد و منطق، یکی یکی این علومی که حالا علوم اسلامی میگیم به عنوان اسلام قبلا هم بود، منطق هم بود، تفسیر هم بود، همه چی بود، ولی اسلامی شدنش از اینجا بود. حالا ما برای این معمولاً
برای اینکه کسی بدونه تکلیفشو به کتابش مراجعه میکنه. شما وقتی عقیده فلان دانشمند و فلان شخص رو میخواید به نوشته هاش مراجعه میکنه که چی گفته. بنابراین در اجتهاد و همینجور در نوشته هاش مراجعه میکنید. علما هم همینجور، فقها، رساله، حالا اسم شده رساله، رساله مینویسن. خب وقتی مثلا رساله آقای امر یا زید یا خالد هست، رساله آقای امر را در نظرتونه وقتی خصیص کردید دیگه به او مراجعه میکنه. جاهایی که باید تقلید کنید، نه جاهایی که باید فکر کنید. این وظیفه را خداوند به عهده خود شیعیان گذاشت، باز برای اینکه شیعیان تمرین کنن، فکرشون باز بشه. نگفتن که از مثلا از امام جمعه مسجد جامع بغداد بپرسید، هرچه گفت نه، فکر کنید که اینه یا اون. به همه این جهت این است که به عهده خود اشخاص گذاشتم. نمیتواند مرجعی که به شما بگوید از فلان کس تقلید کنید، همچی وظیفه ای نداره، نه اون نه شما. فقط البته من به عنوان راهنمایی با آقایون گفته بودم که از این چهار نفر تقلید نکنید. منم نگفتم نکنید، امر توصیه کردم، دلیلشم گفتم. بنابراین تشخیصش با خود شماست. ما بنابراین نه اینکه ترجیح ده از موظفی مرجع تقلید داشته باشیم، نه، باید تقلید کنیم. البته این بحثم باز در بین فقها ها و همه بین که آیا شما میتوانید در یه مسئله از این آقا تقلید کنید، در یه مسئله از اون آقا. اکثرا میگن نه، باید یک روال چیز کنیم. اگر اینه که میگن شما در یه مسئله از این آقا تقلید کردید، سایر مسائل هم از همون تقلید کنید. منطقش هم در واقع اینه که نمیگن این آقا خوبه اون نه فلان، اینه که میگن شما حلوا و فرض کنید فلان غذایی که باید شور باشه، نمک و عسل، هر دو خوبن، اما اگه ما هم بخورید حالتون به هم میخوره، محوه. شما هم از یه آقای تقلید کردید، روال اونه دارید، حالا یا نمک یاد. در سایر کار هم همون روال باید داشته باشید. این است که مرجع تقلید متداول شده. رساله هم اول بار از طرف به این صورت از طرف شیخ بهایی نوشته شد، در 400 سال میشه. این
البته این استبداد ها به این است که ما یه اصول کلی درسی نیست فکری اینا داشته باشیم. یکی این که خب این اصل کلیه که ما بدن داریم، مقتضیات بدن رو باید انجام بدیم، در مقابل مقتضیات بدن هم قدرت مقاومت نداریم. بنابراین امری که نمیتوانیم از ارادمون، اراده انسانی خارجه، معذوریم در اون. کسی فرض کنید مریض از راه رسیده خیلی هم خسته، میفته 13-14 ساعت میخوابه، اصلا بیدار نمیشه، خب نمازش هم قضا میشه، خدا میبخشه. برای اینکه اون بدن و اون خصوصیت که اینجوری که